درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً علاوه بر لایک و کامنت های پر از مهرتون، یک کامنت انگلیسی حتی یک اوکی اضافه کنید تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. زنگوله رو هم فعال کنید. سپاس. در یک گزارش کلی از نشریه اکونومیست، هزینه انقلاب ایران برای مردم این کشور تا کنون چیزی در حدود 30 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده شده. اول جنگ 8 ساله 3 تریلیون دلار، دوم هسته‌ای شدن و کل هزینه‌های جانبی 9 تریلیون دلار، سوم حمایت‌های گسترده نظامی و غیر نظامی به کشورهای منطقه و گروهک‌های نیابتی 5 تریلیون دلار، چهارم خسارت وارده به زیرساخت‌های معادن و صنایع مادر، منابع زیرزمینی نفت و گاز و انواع حمل و نقل ریلی، زمینی، دریایی و هوایی 4 تریلیون دلار. پنجم، صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست و عدم مدیریت آب کشور 3 تریلیون دلار. ششم، عدم سود حاصله در اثر قهر این کشور طی 40 سال گذشته با جامعه جهانی که برجسته ترین اون تحریم های هسته‌ای و نابودی توریسم 6 تریلیون دلار. در خوشبینانه ترین حالت بعد از دستیابی ایران به صلح پایدار و ثبات و حکومتی کارآمد، طی یک دوره 30 ساله ایران دوباره میتونه خسارات ناشی رو جبران و به حالت عادی برگرده. این پژوهش تازه برای 4 سال پیشه و به همه اینها باید ویرانی‌های این 4 سال اخیر را افزود، چون که ایران بهترین الگوی پسرفت در جهانه. به عنوان مثال سهم ایران از خزر قبل از انقلاب 50% و بعد از انقلاب فعلا 13%. نرخ دلار در سال 57 10 تومان و اینک 28 هزار تومنه که این یعنی 2800 برابر افت ارزش. یا پاسپورت یا همان اعتبار ملت که در سال 56 جزو 10 پاسپورت معتبر دنیا بود و الان رتبه 191 از 199 کشور. برای بهتر روشن شدن قضیه کافی ایران و کره جنوبی رو در این 45 سال مقایسه کنیم تا بفهمیم چقدر از پیشرفت و توسعه جا ماندیم. 45 سال پیش ایران و کره جنوبی در یک سطح قرار داشتن و هر دو برنامه‌ای برای توسعه را آغاز کرده بودند. امروز پاسپورت کره جنوبی با عبور از پاسپورت آلمان به قدرتمندترین پاسپورت دنیا تبدیل شد و تکنولوژیشون هم همه ما میدونیم کجاست. انقلاب 57 چه بلایی سر کشور ما آورد. این مراسم رزمایش کمک‌های مؤمنانه به مناسبت ایام الله دهه فجر و رزمایش صدقه، 7 کیلومتر تریلی به راه انداختن که به نیازمندان اعانه بدن. به جای این ریاکاری ها حق مردم رو بدید و کشور رو درست اداره کنید تا این گونه مردم ایران رو مستحق به جهانیان معرفی نکنید. پس از 44 سال این گونه فقیر نشان دادن یک کشور بیشتر از هر چیزی شعارها و ادعاهای انقلابیون رو تحقیر میکنه. از مندمون ارسال بشه. در خدمت شما هستم، اگر سوالی باشه پاسخگو باشم. دهه فجر چیست؟ دهه فجر نوعی ایام اللهه. ایام الله روزهاییه که در آن روزها اختیار کره زمین از دست خداوند خارج میشه و یه گندی به بار میاد، مثل 22 بهمن، 12 بهمن، 13 آبان و خیلی روزهای دیگه. به روزهای 12 تا 22 بهمن دهه فجر گفته میشه که در طی آن روزها مردم مجدداً این سوال تاریخی رو که چه کسی انقلاب کرد از بقیه میپرسن و جوری هم میپرسن انگار همه مردم ایران در سال 57 مریخ رفته بودن و اصلاً کسی نبود ببینه کی انقلاب کرده. در روزهای دهه فجر مردم ایران جشنواره فیلم و موسیقی و حرکات موزون رو میبینن تا کمی دردشون کمتر بشه. بر اساس اطلاعاتی که از کره مریخ در اختیار برخی ایرانیان قرار گرفته، آیت الله خمینی روز 12 فروردین از فرانسه به تهران رفت و گفت من دولت تعیین میکنم و انقلاب شد و رهبران اصلی انقلاب
بعد از مدتی غیب شدن و حال که رهبران غیب شدن باید بدونیم رهبر چیست. رهبر چیست؟ پیشوا، حائل، پدر استالین، صدر ماو و چند خدای دیگه که مدتی کره زمین رو خراب کردن، تعداد جنگ جهانی و معمولی تولید کردن و طول عمر جوانان کشور رو 30-40 سال کم کردن. رهبر موجودیه که حق داره به جای زن برای شوهر، به جای شوهر برای زن، به جای والدین برای فرزندان تعیین تکلیف کنه و مشخص کنه در چه زمانی چه غذایی بخورن، چطور بخوابن، که چطور فکر کنید و موهای سرتون رو اصلاح کنید. یک آدم با 165 سانت قد که در همه پوسترهاش حداقل 2 متر قدشه و جملات قصار. در هر کشوری که عکس رهبران کشور از تمر بزرگتر شد، میزان دیکتاتور بودن رهبر به اندازه عکس‌هایی که از رهبر منتشر میشه و در خیابان‌ها نصب میشه. معمولاً تبلیغات در کشورهای دیکتاتوری که رهبر دارن جوری انجام میشه که انگار رهبران با بقیه مردم فرق دارن. ببخشید ولی حتی مردشورهای کشورهای دیکتاتوری وقتی دارن دیکتاتورهای مرده رو میشورن باور میکنن که رهبران هم کون دارن و میرینن، اتفاقا از همه بیشتر. این هم دوستان بسیجی که به اوج معنویت رسیدن و دارن توی مسجد جفتک میندازن. سکه هایی که دهان کارشناس محیط زیست و استاندار یزد رو در بازدید از کارخانه های کاشی میبنده. من توی کارخانه کاشی کار میکنم، زمانی که اداره استاندارد و محیط زیست میان برای بازدید، یک ساعت تو بخش دیگه کارخانه معطلشون میکنم و مسئولین شرکت کوره رو از کاشی خالی میکنم و بعد کارشناسا رو میبرن بالای کوره تا نمونه دود خروجی رو بگیرن. جالبه که اصلا تو کوره کاشی نیست که خروجی کوره آلودگی داشته باشه. کارشناسا هم میدونن، منتها با سکه‌ای که بهشون میدن دهانشون بسته میشه. برای من خیلی جالب بود و حیف اومد که نخونم. آخر هفته خوبی داشته باشه. انقلاب اسلامی انفجار قده سرطانی و بدخیم نهفته در پیکره تاریخ بود و بایستی زمانی بیرون میزد تا ماهیت حقیقی دین سالاران آشکار بشه که جامعه این نیروی مخرب رو جراحی کنه. زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم، مواصل همش این نیست. در زمان امام زمان هرکی زکات نده گردنشو میزنن. تمام تفکر آخوندهای انگل یا به بچه بازی ختم میشه یا گردن زدن. آخوندیسم یعنی ویرانی و ویرانگری. همون جوری که شیطان ولایت آدم رو نپذیرفت، اون کسانی که ولایت امامان اهل بیت رو نمیپذیرن مثل شیطانن که از پذیرش ولایت آدم سر باز زد. طوری نیست. این آخوند به جای مهر روی دو شاخه برق سجده کرده. رئیس یهود در بنی قریظه و در خیبر میگه که وقتی که این رو دستگیر کردن جریان رو میگه من نشسته بودم روی تخت، دیدم زلزله ای آمد، تمام اساسیه خانه ما ریخت. گفتیم زلزله آمده، یک دفعه ریختند و همه ما را دستگیر کردند. گفتن این زلزله نبوده، این علی ابن ابی طالب بوده که قلعه قموس را، در خیبر را، قلعه خیبر را کنده که پیغمبر فرمود 70 نفر باید این کار را میکردن، تکان میدادن. ببینید دوستای گلم، هم این شخص هم اونایی که پای منبر این شخص نشستن میدونن که داره دروغ میگه، اما میدونید چرا نمیان بگن فلانی چرا داری دروغ میگی؟ دلیلش اینه که فکر میکنن که اگر یک کلمه حرف بزنن پایه های دین و مذهبشون میلرزه، چون تمام باورهاشون رو ارث بردن و هیچ تحقیقی نکردن. ممکنه محبت بفرمایید ما بگیم چه احساسی رو کنید از برگشت به ایران؟ افشاگری تاریخی. در تصویر زنی رو میبینید به نام دوریان مگری.
از کارمندان سیا سازمان اطلاعات آمریکا، همراه همیشگی خمینی که کاخ سفید از طریق او به قطبزاده و یزدی و بنی صدر دستوراتش رو صادر میکرد و انقلاب خونین مردم ایران رو هدایت میکرد. از جمله خیانت او غارت موزه ایران باستان بود. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.